وابسته هستش و چقدر در تلاش هستش که شهرام هر چه زودتر بهبودی خودشو به دست بیاره. مریم عزیز، همسر شهرام رو روی خط داریم. مریم جان سلام بر تو. سلام آقای. امیدوارم که خوب باشی. میدونم که سخت، روزای سختی رو داری، به خصوص نه برای شهرام، چون اون تو اون موضوع من میبینم که چقدر قوی هستی و چقدر خوب داری فکر میکنی نسبت به کارا. امیدوارم که فقط در من میدونم که چقدر تو فشار به خاطر تلفن ها، تکست ها و یا خبرهایی که از تلویزیون ها یا رادیو ها میاد. دوست دارم یه مقدار خودت در رابطه با شهرام صحبت کنی که مردم این خاطر جمعی رو بدی که فعلا در میان ما خدا رو شکر هست و دکترها دارن تلاش میکنن که راههای لازم رو برن جلو تا انشالله که در کنار خودمون همیشه داشته باشیمش. بله، من اول از طرف خودم، شهرام و خانواده همون دوست دارم از یکایی که شما عزیزان تشکر کنم. دوستان، عزیزان، فنهای شهرام، خیلی لطف دارین، مرسی که اینقدر محبت میکنید و نگرانش هستین. متاسفانه ما الان توی شرایط سخت قرار گرفتیم و من خیلی تلفن ها میگیرم و خیلی کسی هستن که نگرانن به خاطر شایعاتی که توی این مدت روی حالا تلویزیون ها، رادیو و در طریق اینترنت پخش شده. من میخوام به همگی بگم که این شایعات، شهرام درسته توی بیمارستان هست، توی ICU حالش خوب نیست، ولی این شایعاتی که میگن که توی کما هست و یه سری حرفای دیگه هم که میزنن اصلا درست نیست، صحیح نیست. و من از کسایی که این شایعات رو درست میکنن ازشون واقعا خواهش میکنم که استاپ کنن، به خاطر اینکه خیلی کسا هستن، ما فامیلا در سراسر دنیا داریم و دوستان، فنها که نگران میشن و من 24 ساعته توی بیمارستان هستم. من الان باید به شهرام برستم. من متاسفانه نمیتونم پاسخ بدم به همه تلفن ها و الان من احتیاج دارم که آرامش رو داشته باشم که بتونم به شهرام روحیه بدم که زودتر حالش خوب بشه. و این اتفاقاتی که میفته، متاسفانه خبرهایی که میشه، باید اول از همه کسی که به من تلفن میزنن یا به کسی عزیزان ما تلفن میزنن نگرانشون میکنن، باید از یه سورسی مطمئن باشن قبل از اینکه صحبت میکنن، چون که برای ما تو این شرایط سخت مسئله به وجود میارن. ولی بازم میگم از همه تشکر میکنم که انقدر نگران هستن، انقدر لطف دارن، محبت دارن. ولی من اگر هر خبری بشه، هر اتفاقی، من میام خودم توضیح میدم. اگرم هیچ خبری دیگه جز خبری که من میدم صحیح نیست، برای همین دوست ندارم که عزیزان رو نگران کنم، چون که الان همونطوری که گفتم تو شرایط سخت هستیم و ممنون میشم که اگر این شایعات رو استاپ کنیم. مرسی مریم عزیز، ممنونم که و این وقتت به ما دادی تا بتونیم با همدیگه صحبت کنیم. سلام ما رو و همه دوستداران شهرام رو بهش برسون و انشالله که بزرگی یکایی که شما رو بهشون میرسونم. متشکر از محبتت، خداوند تو رو هم حفظ کنه که اینقدر همسر خوبی هستی و همینطور لحظه به لحظه در کنار شهرامی. مرسی از تو. خیلی ممنون، خدا نگهدار. خواهش میکنم، متشکرم. خب صحبت های مریم عزیز رو هم شنیدید، همسر شهرام کاشانی، که در رابطه با شهرام باتون صحبت کرد و امیدوارم که دیگه همه دوستان روشن شده باشن نسبت به این مسئله، چه رسانه‌های گروهی، چه تلویزیون ها، چه رادیوها، چه نوشتاری و چه دوستانی که الان خودشون به هر صورت یه جور خبرنگاری شدن از طریق فیسبوک یا توییتر یا حالا هر چیز دیگه و این مسائل و این خبرها رو پخش میکنن. این فقط ناراحت کردن خانواده است و بس، چیز دیگه توش نداره. من خودم شخصا با شهرام صحبت کردم، دوست دیگری دارم که ایشون در آتلانتا زندگی میکنه، دوست بسیار نزدیک شهرامه، آقای پیرعلی. ایشون هم همین امروز با شهرام صحبت میکنه، ما هر روز باید صحبت کنیم. ماشاءالله بسیار الرته، بسیار آگاهه، تمام مسائل، تمام خاطره ها رو هر روز با هم دیگه مرور میکنیم و صحبت میکنیم. از نزدیک خودم میبینمش و دوستای زیادی هم هستن که به هر صورت نزدیکن و شهرامو میبینن
و به هر صورت همه ماها رو به یه شکل و فرمی توجه داشته باشید که دلخور و ناراحت و نگران میکنید با این صحبتاتون و این تشویش رو به وجود میارید که این صحبتها از کجا میادش، یا مثل کیای عزیز که او هم راهش دوره نسبتاً به لس آنجلس و به بیمارستان، ولی این راه دور رو همیشه هر روز طی میکنه و میاد تو لس آنجلس. به قیافتم این ریختی نمیاد که اینقدر اینجوری آروم و اینجوری باشه. آخه مریم که صحبت میکنه واقعا آدم دلش یه مقدار واسش، واسه مریم هم خب دلت واقعا میسوزه که چقدر سخته. خیلی برای سخته، واقعا برای مریم سخته و امیدوار هستم که دوستان دیگه دست از این کارا بردارن. صد درصد. واقعا دوستان من یعنی فکر میکنم یعنی سوژه جالب تری نیستش به نظر تو که توی استودیوها یا توی اتاقا بیان هی بگیرن بشینن هی شایعات بپرورونن هی به این و اون بگن، اینا بیدونی اینا خود ناراحت کننده است و دردناکه. واقعا ناراحت کننده هست. بله انشالله که خوب و سلامت باشید. اگرم پزشکای متخصصی هستن در رابطه با مسئله لیور، اون موقع ما خیلی خوشحال میشیم که با خود دفتر ما تماس بگیرن تا یه مقدار سوالاتی که میتونیم ازشون بپرسیم رو یه مقداری اونا رو بپرسیم و بتونیم یه شکل و فرمی کمکی باشیم برای شهرام. تلفن دفترم هست 818-855-9090، میتونید تماس بگیرید با ما و اطلاعات بدید. اگر پزشکی هستید که باز داره به مسئله لیور ربط داره و الا غیر از اون تو رو خدا